این داستان مال امروز نیست. ما دقت کنیم که میراث تاریخی و تمدنی که در این قلمرو هست، چی میراث تمدنی که در وادی تاریخی سیستان هست، چی میراث تاریخی و فرهنگی یا تمدنی که در وادی بامیان و غزنین هست، چی داشته های تاریخی و تمدنی ما در حوزه شمال هندوکوش شامل حوزه سمنگان، بلخ و کل وادی ترکستان تاریخی، همه اینها محصول زحمات و رنج و هوش و ذکاوت و پشتکار و بلند پروازی کسان است که در این قلمرو زندگی کردن و آنها مالک آنها هستند. اما این میراث از گذشته های دور دچار دوتا مشکل است. مشکل اول اینه که روابط قدرت یا مناسبات قدرت فعلی در جامعه افغانستان بگونه است که هیچ نوع آشنایی یا هیچ نوع سازگاری با این میراث نشان نمیده و ربط با یک ربط معناداری با میراث ما نمیتونه برقرار کنه و یک نوع احساس خودمانی بودن نمیکنه. چرا؟ چون اینها دخیل نبودن در تولید چنین آثاری و دخیل نبودن در خلق چنین شگفتی هایی که در بعضی موارد در تاریخ انسان استثنایی است. نمونه های آن را شما در مجسمه های بودا در بامیان میبینید، نمونه های آن را شما در مورد تاریخ بلخ میبینید، نمونه های دیگر آن را در تاریخ غزنین میبینید که ما بخش عمده از اونچه که امروز زبان فارسی هست، یک بخش عمده میراث زبان فارسی به لحاظ تاریخی یا مربوط میشه به حوزه غزنین تاریخی یا مربوط میشه به حوزه بلخ تاریخی یا مربوط میشه به حوزه بامیان تاریخی و یک بخش هم البته مربوط میشه به قلمروی مجاوری که ما در بخارا و سمرقند و خوارزم داشتیم. بنابراین قدرت سیاسی در افغانستان به دلیلی که با این حوزه فرهنگی هیچ نوع تماس معناداری برقرار نمیکنه و هیچ نسبتی با این نداره، کدام حساسیتی هم نه در قبال حفظ آن داره، نه در قبال پاسداری از آن داره، نه در قبال ثبت آن و حساسیتی که دیگران چگونه از اطراف این غارت میکنه، هیچ نوع مسئولیتی در قبال احساس آن احساس نمیکنه. ما در قبال داشته های خودمان و چیزهایی که خود ما برای او رنج و زحمت کشیدیم احساس مسئولیت میکنیم به صورت طبیعی. کسانی که حاکمان بر جامعه نقش در خلق اینها نداشتن، نقش در آفریدن این آثار نداشتن و در نتیجه آن را از خود نمیدانن و در برابر آن هیچ حساسیتی نه تنها نشان نمیدن که در مواردی یک نوع سکوت و رضایت ضمنی هم هست برای مصادره شدن این میراث توسط کسانی دیگری که هزاران کیلومتر از این قلمروی تمدنی فاصله دارن و هیچ ربطی هم به اینجا نداشتن و هیچ سندی تاریخی هم وجود نداره که آنها از ایران یا از ترکیه آمده باشه، فی المثل در غزنین تمدن ساخته باشه، در وادی سیستان یا در یا در قطغن یا در سمنگان تاریخی. این یک چیز بسیار واضحه. بنابراین ایرانی ها و ترک ها به صورت سیستماتیک برای غنای فرهنگیشان و پشتوانه ناسیونالیسم قومی که دارن کوشیدن که آثار فرهنگی ای دوره را که یک نوع شباهت یک نوع همخوانی با او طرف داشت اینها را به نام خود مصادره کنن و ما را روز به روز از یک میراث تاریخی و تمدنی بسیار سهمگین و باشکو فقیر کنه و توهی کنه ای جامعه را از این میراث. ورنه برای کسانی که در سپهر زبان فارسی در عمومش قرار داره امروز، رودکی سمرقندی است، مولانا بلخی است، ناصر خسرو یومگانی بدخشانی است، بیهقی غزنوی است، عنصری و سنایی غزنوی است، عروضی سمرقندی چهار مقاله عروضی سمرقندی را در دربار شنسوی ها در بامیان تحریر کرده و کسای مانندی. بنابراین هیچ کسی نمیتونه به لحاظ تاریخی اثبات کنه که مولانا بلخ جلال الدین بلخی ایرانی است برای مثال، یا مثلا رودکی ایرانی است برای مثال. ما در یک قلمرو هستیم، اونا در بخارا بودن، در سمرقند بودن، اون آثار را خلق کردن، غزنوی ها در غزنین این آثار را خلق کردن، بامیانی ها در بامیان، غوری ها در غور و در غورات تاریخی و سمنگانی ها در سمنگان و چیزای مانندی. اما بهتره به جای این ما این گونه فکر کنیم که برای ما به همون پیمانه که رودکی سمرقندی بوی موی جولیان برای ما خواندنی هست، عطار نیشابوری هم برای ما مهم است. بنابراین ما باید این گونه نگاه کنیم که سمرقند، بخارا، غزنین، بلخ و نیشابور یک حوزه تمدنی هست که ما در اون مشترک هستیم و در یک برهه تاریخی ما بعد از تکوین دولت‌های ملی و ایجاد مرزهای سیاسی
به دلیل ضرورتی که در سامان سیاسی روزگار ایجاد شد و تغییراتی که در سامان سیاسی روزگار ایجاد شد، اکنون ما یک مرز مجازی و یک مرز اعتباری و فردی کشیده شده که این یک حوزه به معنای تکه کردن، نه به معنای جدایی کامل یک حوزه فرهنگی است و نه به این معناست که این سه قلم رو توسط یک قلم رو دیگه مصادره شد یا توسط قلم رو های دیگر. این میراث منحصرا مال ساکنان هم و مردمان همین وادیه و طبیعتا وقتی که دولت حساسیتی از خود نشان نمیده، دولت به دلیل انگیزه ها و علایق سیاسی چنین حساسیت از خود نشان نمیده، اما فرهنگی های این قلم رو در خوانده هایشان، دانشگاهی هایشان و جامعه فرهنگی شان طبیعتا مسئولیت کمی سنگین تر. دقیقاً این برای من مفهوم نیست که این 5000 سال مبدأش کیست، تاریخی کیست، اما چیزی که مربوط میشه به این حوزه، ما دوران تمدن باختری هست مال همین دوره است، دوران تمدن کوشانی هست مال همین دوره است. کارل یاسپرس در بحث از تمدن های تاریخی به عبارت اولین دوره را یا مهمترین دوره را در تاریخ انسان، یعنی نه در فقط در حوزه افغانستان و ایران و ترکیه، در تاریخ انسان وقتی از دوره محوری به عنوان یک دوره تمدنی حساس نام میبره، اولین تمدن ها در همین قلمرو هست. بنابراین اینا من نمیفهمم وقتی اینا از تاریخ 5000 سال از صحبت میکنن، دقیقا منظورشان عصر یونان و عصر باختری هست، تمدن یونان و باختری هست، عصر کوشانی هست، مبدا تاریخی را عصر کجا را میگیرن؟ من اینو نمیفهمم، به خاطر اینکه در عمل شما شاهد هیچ گونه تلاش معنادار از سوی نهادهای مسئول حکومت مانند وزارت فرهنگ، آکادمی علوم، نهادهای دانشگاهی افغانستان نیستین که نهای کار متمرکز برای زنده نگه داشتن یا صیانت از میراث عصر کوشانی یا عصر باختری یا در دوران متأخر دوران اسلامی، شما در همین سه چهار یا دوران تمدن بودایی، در این سه چهار دوره را شما نمیبینید که کدام تلاش سیستماتیکی در این حوزه صورت گرفته باشه. در مقابل چیزهای زیادی که است، جعل، تحریف، تاریخ سازی است، باب میل سازی تاریخ، و فکر میکنم که شاید منظورشان بیشتر همون تاریخ باب میل خودشان هستند که به صورت جعل ساختن. من نمیفهمم دقیقاً 5000 سال کجا رو میگن. ما در قبال چیزی احساس مسئولیت میکنیم که به او احساس تعلق کنیم و چیزی را که از خود بدانیم و آفریده خود و آفریده نسل‌های پیشین خود به عنوان یک میراث تاریخی بدیم. کسانی که در سالهای متأخر و در افغانستان معاصر بر افغانستان حاکم بودند و در محور قدرت سیاسی کشور قرار داشتن، هرگز نسبت به اینها احساس تعلق نمی کنه. و این احساس تعلق نکردن معنایش میشه که ما دوچار یک نوع ناسیونالیسم قومی هستیم در جامعه افغانستان. ناسیونالیسم قومی صرفا بر ارزش ها و داشته های یک قوم خاص تاکید میکنه. چی؟ این داشته ها و ارزش های یک قوم خاص شأنیت و منزلت یک اثر تمدنی و فرهنگی رو داشته باشه چی نداشته باشه. بنابراین هر عنصر فرهنگی و تمدنی، چی در گذشته های دور، چی در عصر میانه، چی در دوران متأخر، وقتی به فرهنگ های دیگر و به اتنی های دیگر تعلق داشته باشه، طبیعتا فرهنگ حاکم نسبت به او احساس تعلق نمی کنه و برعکس احساس بیگانگی می کنه. بنابراین در قبال اونا کنم مسئولیت هم نمی پذیره. بنابراین مشکلی که ما هست نگاه حاکمان ما در حوزه فرهنگ هست که فرهنگ رو عمدتا تقلیل میدن به فرهنگ یک اتنی، فرهنگ یک قوم، و تلاش برای مسلط کردن فرهنگ یک قوم به عنوان یک فرهنگ یک ملت، بنابراین طبیعه که در بستر سیاسی و فرهنگی که چین کشهای جریان داره، بسیار از عناصر و بقایای تمدنی و تاریخی که در این حوزه وجود داره مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار بگیره، مشمول تخریب و ویرانی روزگار شوه و بعضا به صورت آمدانه و آگاهانه تخریب شوه و در مواردی هم به عنوان آثار عتیقه تجارت شوه، در یک اقتصاد غیر قانونی و اقتصاد فراقانونی منتقل شوه به کشورها و مرزهای دیگر. مسئله ما اگر عقلانه و عالمانه نگاه کنیم، از منظر یک بحث عقلانیت محض، سوال امروز ما اینه که مسائل را که ما در جامعه افغانستان داریم چی چیز برای شکل راه حل معقول است؟ آیا سلطه قومی ولو سکولارش راه حل است؟ یا سلطه قومی با ادبیات مذهبی و دینی راه حل است؟ به صورت طبیعی نه، این مسائل نیست، این جنگه، یک جنگ از نوع دیگره. بنابراین
شما در این روزها وقتی که شاهد اطرافتان هستین در ادبیات سیاسی، در مذاکرات، در گفتگوها، در رسانه ها، چیزی که مغفول هست رای حل عقلانی برای عبور از بنبست کنونی هست. بنبستی که جنگ تولید میکنه، نزاع قومی تولید میکنه، نزاع مذهبی تولید میکنه. اینجا فی الواقع جنگ رای حل ها نیست، مسئله سلطه محضه و طبیعیه که ما در یک صورت میتونیم به یک ثبات برسیم و او زمانی که ما بشینیم در یک بحث تاریخی و انتقادی و در یک بحث علمی دقیق و مستند به شواهد تجربی و داده های تجربی و تاریخی بحث کنیم که صورت مسئله جامعه افغانستان چیه، راه حل را که ما به عنوان یک راه حل عقلانی و متناسب با این مسائل انتخاب میکنیم چیه. این نوع بحث و این نوع نگاه یا این رهیافت در فضای فعلی غایبه و هیچ کس مثلا بحث نمیکنه. برای مثال وقتی برای افغانستان معاصر امروز در هزاره سوم دموکراسی به عنوان یک ابزار تجربه شده در حوزه توزیع قدرت نتانه بحران توزیع قدرت مهار کنه، آیا یک نظام های واپسگرای ارتجاعی توان حل مسائل امروز را داره یا انحطاط بیشتر را بر جامعه افغانستان تحمیل میکنه؟ نتیجه خیلی واضح است. ما افغانستان از این نگاه یک بار دیگر در یک سراشیب سقوط و یک عقبگرد تاریخی قرار داره و ما سالها ممکنه به عقب برگردیم و در نهایت دوباره از نقطه شروع کنیم که سالهای پیش شروع کرده بودیم. همچنانی که ما در تاریخ سه قرن اخیر حداقل محکوم به این بودیم که معمولا از جایی شروع میکنیم و بعد از مدت یک سیکل باطلی تاریخی، یک چرخه باطلی تاریخی را طی میکنیم و دوباره مجبور میشیم یک سیر قهقرایی شدید، یک رجعت سری به گذشته را تجربه میکنیم و دوباره از گذشته های دور شروع میکنیم. و این گونه فقط جامعه افغانستان فرصت جامعه شدن، فرصت کشور شدن، فرصت ملت شدن، فرصت رفاه و یک زندگی انسانی را از دست میده و ما فقط چیزی را که خروجی این مباحثات رای حل ها هست تباهی است، نه چیز دیگر. جامعه تحصیل کرده افغانستان با دو تا مشکل اساسی مواجه است. مشکل اساسی اول اینه که ما همچنانه که در شروع این گفتگو گفتیم، ما در انتقال علم مدرن ناتوان بودیم. یک سازمان های دانش واقعی رو ما در اختیار نداشتیم. یک شبه سازمان های دانشی بود که یک شبه علم را به عنوان علم در جامعه افغانستان اونم در مقاطعی اگر احیانا تانیس ترویج کنه یا منتقل کنه. این مسئله اول بود که ما جامعه اکادمیک به مفهوم متعارفی که در ادبیات جهان رایج هست در اختیار نداریم چنین نیرویی را. دوم اینه که دانشگاه به عنوان یک نهاد مهم در هر جامعه طبیعتا یک تابعی از مناسبات قدرته. دانش در هیچ جامعه بیرون از چرخه مناسبات قدرت و روابط قدرت بوده نمیتونه. دانش علم بخش از مناسبات قدرت بوده در همیشه در یک جامعه. بنابراین به تبعیتی از فضای حاکم بر عموم کشور که یک فضای قومی و ادبیات قومی هست، دانشگاه و جامعه دانشگاهی ما هم به صورت قومی تجزیه شده. شما دانشگاه را یک واحد مستقل خودبنیادی تجرید شده از فضای ادبیات قومی نفهمین. این در واقع دانشگاه بخشی از ادبیات قومی است و بخش از ادبیات قومی را حمایت میکنه و بخش از ادبیات قومی را تولید و عام میکنه. دانشگاه خود بخش از مشکل است، بنابراین نمیتونه راه حل باشه برای فضای کنونی.